سید سید دیگه، سید سید دیگه، ما سید عشق دیگه، آقاست، فداد بشه شما. باباست، به قول ترکا بابا. نسل سادات خوبی مستقیم میشه، دارت بگردم به لطف. من که ترکم، من ترک ایرانم، تو هم ملک شاهی، بله داداش، ما همه یکی. همه یکی. من دوستت دارم به خاطر اینکه عشقی، به خاطر اینکه مردی، زنده باش لطف. عاشق اون سیبیلاتم. من کوچیکتم، آره، خاطر ادبتم. هر کیم بد خواد بخواد، ننش گاییدیم، آبجیش هم گاییدیم، اجدادش هم گاییدیم، بد خواد شلون هدایت میکنه داداش؟ اونا هم دیگه چیکار کنیم سید؟ ببخشید اینطوری میگم، من اصلا بد دهن نیستم، به خدا اومدم زمانی که تو این تیک تاک و مجازی اومدم، میگم بدخواه رفیقامو مثل شما و اینا رو همه رو بیان روبرو صحبت کنم، اون اینا همه بی وجودن، به خدا اینا همه بی وجودن. اکثرشون ببین، اکثرشون اینا گول خوردن، گول این رسانه های در آره پیتی سید، شب سید، صبح میشنن رو مغز جوانای ما. آره سید، من به تو یه آدرس دادم، خدا بیامرز اون طرف رو، من بهت گفتم، خب رحمتش بده داداش، خدا رحمتش کنه، بچه محلت بوده. داداش خب خدا ما رحمتش بده. آره، ما یه 100 تا موتور بودیم، با هم دیگه بودیم، رفتیم شمال، رفتیم حالا دیگه تو داستان رو میدونی، اینجا اصلا احتیاجی نیست که اینجا بگیم مثلا چای. آره بعد از نه، دانشون اومد اما ماها درست است. من خودم ضربه خوردم از جمهوری اسلامی، همیشه هم گفتم ضربه خوردیم و اینا، بد بوده فلان بوده، اما مملکتمون دیگه، خاکمون دیگه، ایوالله چرا بیام خیانت کنیم؟ چرا بفروشیم؟ آقا ما، شما اگه راست میگید، همه اگه راست میگید، آقا بیایم بریم بچسبیم به اسرائیل، بیایم بچسبیم به آمریکا، بیناموس، ما مریض های پروانه ای داریم، ببین دستاشون داره میچسبه به یه دونه چسب، احتیاج دارن یه چسب دیگه، و بچسبن دستاشون. بیناموسا، شما میاد مملکت رو تحریم میکنی، شما وجدان دارید؟ اون سیبیل رو گوشتی پشت سیبلات، پشت صورت گوشتی، بعد ادعا میکنی که آقا ما سلطنت طلبی، ما نمیدونم بابا، نمیخواد مردونگی تو نشون بده، وجدان تو نشون بده. خب من اصلا میگم آقا جمهوری اسلامی بد، من داغون شدم، من اونجا شلاقش هم خوردم، همه جورش هم داغون شدم، خب اما من چون که میبینم دارم بهمون خیانت میکنم، طرفدارشون شدم. دقیقا داداش، اینا شبارون روز نشستن همه، هر چی فساده، هر چی اونایی که فساد اخلاقی داره، معذرت میخوام از آه سید، تا فلان همه رو سید رد جان، میگم به خدا این ایران لایو اصلا این صحبت ها این نباید بکنی. ببین ما ترکا میگیم اینا تاشاقای شما هم نمیشن، تاشاق نمیشی، یعنی تخمای شما هم نمیشن، تخمه سید علی خامنه‌ای هم نمیشن، اینا بالا برن پایین بیان، مملکت صاحب داره. ایوالا درود به غیرتت دادش. حالا به قول معروف اختلاف دارن، حالا یه سری هستن اختلاف حالا عقیدتی سیاسی دارن، ولی باید یه حس جوانمردی و ملیگرایی باید وجودشون باشه. خب که از تمامیت ارضی قد شدی دادش، رفتی پایین، که از تمامیت ارضی مملکت تحت هر شرایطی دفاع بکنه. الیاس جان رفتی پایین، باشه داش، الان داداش برات درخواست فرستادن، بیا بالا. الیاس جان رفتی پایین. چاکردم زید جان، من کوچیکتم بزرگم، خیلی خوش آمدید همشاری عزیزم، قلب میچه گذم تاج سری آموز بارم، ولی همه فارسیشم دلم تپیسید، ولی خود تلاش کنم فارسی بیشم، چون بیشتری هم فارسی نیشتی نقیزی یکه چه بکنی چهاره چهست چاکر دیم سید گان گان دلم گان تا فارسی صحبت میکنیم برای احترام به بقیه که بفهمن. عزیز دل منی میچه گذم سید، سید جان من چندین و چند سال خارج از کشور زندگی میکنم، خب بله، بعد از آدم های زیادی هم شبانه روز میام، کارم تاکسیه، میرم میرسونم میارم میبرم. قدیما که مدرسه بودم، بچه بودیم، بهمون اشتباه یاد میدادم، گفتم فلان اروپا اینجوری بیسا، ولی خود مردم اینجا دقیقا
مثلا من یه پیرمرد یه 10 روز پیش سوار کردم، گفت نظر چیه راجع به جنگ غزه و اسرائیل؟ بهش مستقیم گفتم که من یه حرفی رو مستقیم به شما میزنم، منظورم خود شخص شما نیست، ولی بعد برداشتن گفت بگو. گفتم تمام اروپایی ها شما آدم های نجات پرستی هستید. گفت موافقم. گفتم خب موافقی؟ چرا موافقی؟ گفت آره، مثلا الان برای جنگ اوکراین و روسیه ما تمام کشورهای اروپایی اومدیم اوکراین روسیه رو تحریم کردیم، ولی در قبال اسرائیل همه هیچ چشپوشی کردن. دقیقاً، آفرین. بعد گفتم خود دمت گرم. حالا بعضیا میان اینجا، حالا مثلا ایرانی ها اینجا هستن، حالا احترام برای همه قائلیم ما، ولی خب مثلا درستش نیست برای چشم مثلا بگن غزه. اصلا من کاری با غزه، اصلا بچه داره اونجا میمیره، اصلا کلا مخالف جنگ، مخالفم کلا. بله، جنگ نمیکنه داداش. نه هیچ عنوان. بعضی هم اینجا حرف میزنم فلان میکنم، ولی الان خودم مثلا سیست، الان نمیدونم، مردم خبر ندارن. 12 سال من فلان زندگی میکنم، 12 ساله به فلان اجازه داده شده بمب اتم درست کنه. خب به اون نتیجه که خواسته رسیده، تا اومد درستش کنه آمریکا گفت درست نکن، اجازه نداد، تمام، توقیف. ولی اینو هیچکی تو رسانه ها نمیگه. خود سوئد چند وقت پیش گفت نزدیکیم که درست کنیم، آمریکا گفت نه خیر، درست نمی کنیم. نمیخواد بعد همه زیر یوغش بشن، زیر نظرش بشن. ولی مردم اینا بعضی هم، آقا من یه روز اینجا نجات پرستی رو دیدم، گفت چرا اومدی کشور من؟ ها، یه ایرانی گفت که اینجا بده، فلان ایران خوبه، چرا نم؟ گفتم وایس بیا اینجا تا جواب تو بدم. گفتم سال 1950 وقتی 13 میلیون ایرانی به خاطر جنگ جهانی اروپایی ها کشته شدن، چبی سید قد شدی؟ من یه پشت خطی داشتم، معذرت میخوام. گفتم سال 1950 وقتی که 13 میلیون ایرانی به خاطر جنگ اروپایی ها کشته شدن از فقر و گشنگی، گفتم جناب عالی کجا بودی؟ پدران ما ظلم کشیدن، تحت روسا اومدن، انگلیس اومدن، الان من اومدم اینجا اصلا خلاف کنم یا هر کاری دیگه، انتقام پدرامو بگیرم، به تو چه؟ همینجوری هر آدم دیگه هم من اینجا، خودت دیدی دیگه تو اروپا زندگی میکنی دیگه، هستن آدمایی که میان این حرفا رو میزنن. من جوابم برای همه شون همینه. گره همه مون حرف همه همین. سلام 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 مجددن. خیلی خوش اومدی الیاس جان. افتادی پایین داداش. نه الیاس، خودم انداختمش پایین. سید جان سید انداختمش پایین با اسب اومده. ما آلمانیا داغونیم، انگلیسی ها خوبن. الیاس جون، گفتم میخوام بیام برات، ترسید رفتی تو که اسب سواری. دکره تو برای من چیز فرستادی دیگه، من به خاطر تو اومدم بالا. لا داشتم اذیتت میکردم، برای من شیر کردی. میدونم برای اون ابی لوده هم شیر کردم، هنوز نایمده. لوده معلوم نیده چی کار میکنه. شاخان جان الان کدوم شهری شما؟ من فلان زندگی میکنم، شهر ایوازکیله. آقا شوکاری کردی؟ بله. قربانت به قربانت به آقا. ببین اینا کرده با غیرت میخوانیم باقا. کرده کارشم درسته، کردی بلدم ولی کم بلدم. قربانه، هر انسان شریفیه. والا سید بیک سید، اوایلی که با کردها اینجا رفیق شده بودم، کردهای عراقا، همه چی یادم میدادن، ولی الان بهم یاد نمیدن، میگن تو ما بهت یاد میدیم، میای به خودمون فوش میدی. به خدا سید شما عصبی. نه دیگه نه، رفیقا من، عزیزا من، واقعا آقا دیگه به جلو من هیچ چی نمیگن، میگن تو یاد میگیری، فردا میگه به خودمون میگی. نه بچه های گل، یعنی اینایی که من رفیقا من بچه کردوی عراق هن. تا وقتی که عکسش برد ثابت بشه. زینار جان من برات درخواست فرستادم، درخواست تو اوکی کردم، فکر میکنم فالوورات کمه، به خاطر اون نمیتونی بیای بالا. این دای علی باز اومدش، بیارش بالا یکم اسکلش کنیم.
الیاس دوباره رفته پایین. ولش کن بابا پیرم. الیاس پرشیه، اینترنتش همینجوره پرشیه. عجب. خب سید جون چه خبر؟ خوبی؟ خوبه به لطف پروردگار و عزت خدا، الحمدلله شکر خدا. باقونم سید جان. میگه بناس شما خوبی آقای شریکا؟ از من دستم گیر الان میام. باقونت دادش، باقونت. میگه فنلاند هم سرده ها، درسته؟ بجو سرده. وا خیلی، من چجور همون؟ سرماش به سرمای روسیه است دیگه، با روسیه هم سرمای. آره آره، ما داریم آشنا اونجا. ما موقع 23 درجه نرمال زیر صفر هست. آره خیلی سرده. خدا به خیر بکنه. اینجا ما تو لندن سالی مثلا 10 سال یه بار برف میبینیم، اونجا 24. آره نه اونجا که فعلان که خیلی یخبندونه هستن. ما یه بار به انگلیس اومدیم، ما رو دیپورت کردن. چرا؟ چه سالی؟ 2017 بود. برای چی؟ خب چون انگشت داشته. نه چون انگشت فلان داشته. نه اصلا چیز داشتم، اقامت داشتم، کارت اقامت داشتم، ویزا نگرفته بودم. خب چون انگلیس جز شنگن نیست. آره اون موقع شده بود دیگه، اوایل بود دیگه. منم اومدیم و آقا ما رو فرستادن، ولی دمش گرم یارو خوش برخورد بود. ولی چیزی که تعجب کردم گوشیمو ازم گرفتن، قشنگ گشتن داخل گوشیو. آره میگردن، آره 100%. بعد گشتن و منم گفتم بگرد آقا. بعد حالا جالبش اینه گوشیو به هم داد، بعد داشتم داخل گوشی خودم پیامای خودم رو چک، من همینجوری بیکار نشسته بودیم، یه دفعه اومد گوشی از دستم کشید. میخواسته ببینه چیز جایی که. آره بعد رو صفحه چت یه نفر بودم، گفت این کیه؟ گفتم دوستمه. گفت چی نوشتی زبون خود؟ گفتم آقا ما چیز ننوشتم، بیا ببر اصلا مترجم بیار. چته تو؟ گفتم واتساپه. گفتم چته تو؟ گفتم انگلیس فوق امنیتیه، یه کشور فوق امنیتیه انگلیس. یعنی باور کن، معذرت میخوام، تو توالت هم ممکنه دوربین گذاشتن، استراسم میکنه، یه کشور فوق امنیتیه با همه این تفاصیلش. ببین بازم آره انگلیس، ولی نمیگه، بازم درز میکنه یه چیزایی. بعده میکشن سری بلند میکنه، میگه آه فلان اینجا هر روز جنگ دعوا میشه، نمیدونم تجاوز میشه. همین آخریاش یه افسر پلیس گرفتن 43-45 تا جنایت کرده بود، 23 تاش فقط تجاوز به عنف بوده. آره 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 یادتون آره شنیدم میره. آره اینجوری هست، شوخی نیست. فقط آقا سید الیاس میاری بالا لطفا بغل دست من نگذارش، این اسب سواره. الیاس اسب سوار. آه نه حالا اورا جالب، اورا من برای الیاس اومدش تعدید الیاس کردم. گفتم بیا مگه نده تو شیرازی کام. نه به خدا الیاس گوش میگی، آیدین جان من گوش میگی، برات یه سری چیا نوشتم، به اورا نوشت گفتم اون جدی میگی؟ براش خنده فرستادم. آسید ببخشید من نتم خیلی داغونه، آلمانیای بی‌ناموس نت ما رو داغون کردن، رفتن جنگ اوکراین خودشونو چسبوندن تو این جنگ، انرژی اینجا کمه. ببخشید من میخوام میپرم پایین. اورا بیا بالا. اورا اتفاقا دیروز پیروزا بود داشتم نگاه میکردم، یادم میومد چند وقت پیش آلمان زیاد میومدم برلین اینا، مثلا تو متروها دیدی سیر جانم سدلی رو میشناسی دیگه؟ سدلی خامنه‌ای رهبر نه نه رهبرمون نه کیانی و داعشش و اینا. سدلی آره، سدلی و مرتضی آره میشناسی. مرتضی اینه، اینا بچه معلم ما هم دیگه، تو هم یه مدت با اینا درگیر بودی فلان اینا، رفیقمون هم ما با اینا هم باشگاهی بودیم، بچه معلم آره. اما
ببین من شما رو دوستتون دارم سید جان، شما افتخار رو مایید. ببین اونا هم دوست ما، هم بچه محل ما، هم من میگم یه مقدار اختلاف داریم سر جریان هانی، میدونی که نه کی تیکونه اون هانی بده لشی بابه سید راجبش صحبت کنم بابا، این حرفا رو اینجا نمیخوام بزنیم بابا. ببین ما با صمد نریمان، صمد و نریمان اینو گندش کردم. ببین صمد و نریمان هر کی بشناسه میگه هانی اینا رو، هانی زیر اینا بود. خب من 325 بودم من هانی رو خوب میشناسم، هانی هم منو میشناسه. حالا ما درست اینجا تصویر نمیدیم یه داستان، ولی آیدین جان من این پروفایل اسب من میترسم. این صدای آیدین مال شماست یا مال تو خونه ای؟ من تو شک افتادم صدای چیز هست مال این صدای پای اسب الیاسه. آلارم؟ نه آلارم نه، مال ما که نیست، فکر کنم الیاسه نه. چون قطعم شد اینترنتش ضعیفه. دوباره رفت پایین خواهی اینترنت های ضعیف آره ناخانی ده یا تهران بیوت یا ایلام. آموزادنگ هم دیری؟ قطع مایکش بستن شیرخانی عزیز، نگو دستم گیر مایکش بسته. من اومدم یه گوشی از یه نفر بگیرم. چی گفتید؟ من نشنیدم، شرمنده. شهبین چطوری؟ خوبی هم علی، سلامتی. سلام عزیز دل، خیلی راه سید، همه چی ردیفه؟ سلامتی هم چه خبر شهبین کاک؟ خوبی؟ بچه ها یه حرفای آیدین رو باور نکنید، آی بلوف زیاد میخواستم کچ فاکس میزده هم علی. نه این اسمش که سواره من میترسم بار میگه بیار بالا. ای با ای با نه آیدین به خدا داشتم تعریف دو شبین تو بچه تهران نیستی، سید بچه تهرانه. من هاشم صبوری رو بهش گفتم اون خوش گرفت برگرم. تو نمیخواد بگی من دارم دوتایی میام چهارتایی میام. الیاس دید شد تو دوسلدورف دیدم داشتی یه کفشی رو واکس میزدی. کفشی که بود؟ گوش کن شبین ما با هم دیگه رفتیم پاک سوسنگان، اونجا یه اتفاقی افتاد، یه مشکلاتی ابو سید میدونه جریانو دیگه، ما اینجا نمیخوام توضیح بدم. داره شوخی به اد میکنه سید برار. نه خودش میدونه آیدی. سید برار بچه تهرونی یا بچه کرمانشاهی؟ بچه دولت آباده، بچه محل دولت آباد شهرره هم شابدلزیم، ولی اصالتا کرد ملکشاهی هست. ملکشاهی هم درست. خدا حفظت کنه. زنده باش. شما هم همین چه بیم چه خبر؟ دولت آباد میای دیگه نمیتونی برگردی. ای بیبی کاکو دارن جلو ما بچه های شیراز گنده گوزی بابا کاکو بچه شیراز چیه بابا؟ تو باری دولت آباد عربا میخورنه. به خدا بیا شیراز عادل آباد. من ترکم، تو باری دولت آباد میخورنه. الیاس همه ایران خوبن کاکو، همه ایران همه اشان شوخی میکنن، ولی من از این اسب ترس دارم. آقا ما شوخی میکنیم، همه رو ما دوست داریم، به خدا همه رو من دوست دارم، همه عشق هست. من خودم ترکم، ادعا نمی کنم که ادعا ندارم که عرب و ترک و کرد و اینا، ما همه دوستیم، همه هم زبونیم، همه نه همو داریم شوخی میکنیم. من ایرانی بودنم برای من مهمه بابا، داریم شوخی میکنیم، همه میدونن ما داریم شوخی میکنیم. امشب ایدین مزده ولش کن. امشب سر کار نمیرم، امشب سر کار، دیشب سر کار بودم تا صبح. چند تا پیک زدی ایدین؟ من شیشه رو خالی کردم. ایدین تو به چیکار کنم دیگه، کارم اینه. آقای سیا برای کی فنش خواهی مال و سگو؟ برای کیرم تو ناموست کس کشه کیونه؟ آه هر که فوش نوشته بدینش بی ناموس خواهی مال جد و آباد کس که ما داریم میگیم میخندیم چیکار بکنیم؟ الیاس جون جون من خیلی ویدیو برام شیر میکنی، تو رانندگی هم هستم امروز نزدیک رو برم تو عقب یه کامیونی
آشم این دهن من رو سرویس کردی دهن سرویس کاکو امرو پیام داد گو لایف بذار برانداز خدا برانداز تو براندازی ما عشق اون سید علی خامنه ای نه کاکو به شیرمین که بسه ها نمیچسته نه نه شیرمین اصلا اصلا دیگه بازار نیست. سید من یه ایدئولوژی دارم یه ایدئولوژی دارم ما شلاقایی که خوردیم از سمت جمهوری سید بذار من بگم شیربین نگذر بگه الیاس یه دقیقه شیربین بذار من بگم من یه ایدئولوژی دارم خب بذار ایدئولوژی تو من بگم بذار من بگم یه ایدئولوژی دارم خودم به تنهایی میخوام کل دنیا رو فتح کنم به امید خدا الیاس به ما میگه برانداز نمیدونم چرا نه بذار من بگم سید من شیروین اولین لایبی که تو تیک تاک رفتم بالو شیروین بود و داریوش و ابینا تقریبا من هم همینطور من از شیروین و داریوش اینا خب یه سری عقایدشون به ما فرق میکنه ولی من خوشم میاد ازشون با واتساپ هم با هم بچه خوبی هن اما نه 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 گوشتشو میبرم نه حالا بذار یه چیزی بگم بذار یه چیزی نورنبرگ. بگم نه بذار یه حرف اصلی بزنم میدونی امو سید جان کسی که ذات داشته باشه ذاتش درست باشه درسته این ذاتش خوبه اما به بحث ایشون ایشون یه لایوی گذاشت دقیقا موقعی بود که اتفاق کرمان افتاد آقا یه لایوی گذاشت داشت فوش میداد به کسایی که توهین میکردن به این آدمایی که شهید شده بودن میگه آقا دوستو یعنی هیچ کسی جرئت نداره تو لایو اینا خب بیاد اسم کسایی که برای مملکت شهید شدن یا برای مملکت رفتن جون دادن بخواد حرف بزنه حالا بقیه کاراشون آقا حالا یه سری عقایدشون به ما چی نمیخوره چی اصلش اونه حالا آقا نمیشه که بگی فرض مثال همه 100% باید اینجوری باشن همون چیش که به شهدای کشورش به شهدای کشورش توهین نمیذاره بشه این خیلی ارزش داره بفرمایید خب ما هممون ایرانی هستیم دمت گرم ما هممون ایرانی هستیم و کسی که برای کشورمون واسه خاکمون شهید شده واسه هممون عزیزه من خودم هم یه زمانی تو ستاد اطلاعات نایه 4 شیراز بودم برای تعریف خود میدونیم کاکو من آموت من شوهر خالت که میشناسم دقیقا کاکو علی میدونه ولی خب ببین این که عقایدمون مختلفه توی خانواده هم عقیدای سیاسی مختلفی پدر بزرگ من هم سردار سپاه تو سردار بیاتی شوهر خاله من میشناسی خودت ولی چیزی برو هایدی هر جا میخوای برو بذار حرفمونو بذاری ولی چیزی که برای من مهمه این ملیت ماست این ایرانی بودن ماست میدونی سریا میان به ملیتمون میگن مثلا یارو از اسرائیل و آمریکا بیاد به کشور ما حمله کنه خب اینا آدم های بیناموسی هست آفرین این اصل مطلب گفتی ما همین صحبت ما اینه دقیقا ولی خب نه عقیده سیاسی من به شخصه تفاوت داره با شما آره کاکو اون دیگه آدم خودش تصمیم میگیره ولی خب توهین کردن هم اما علی ما میتونیم خیلی مؤدب بشینیم با هم صحبت چرا باید به هم فوش بدیم به چی بدیم 100% درست راحت هممون انسانیم هممون آدمیم بشینیم به هم فوش ناموس ما آدم ناموس چه از سر راه بوده که بشینه به هم دیگه فوش ناموس بده قشنگ دقیقاً اجازه میدیم ما این دوست بزرگوارمون هم اومد بفرمایید اونم صحبتاشو بشنوید در خدمتیم دوست بزرگوارم مرد بگرم یه چی خواستم سلام کنم فقط یه از ادب کنم یه از صحبتتون لذت ببرم چه خبر؟ سلام کاکو حالا خیلی خوش اومدیم منور کردی لایو نه یه حرفا چی اختیار داریم ما استفاده میبریم داداش شما صحبت کنم حرفی داریم بگو ما استفاده میبریم داداش خواهش میگم من داخل بسنو وارد نمیشم دیگه ولی خب کلا دیگه به قول معروف رفیق ما حرف قشنگی زد مهم انسانیتی که به قول معروف شاید یه سری از آدمایی که به قول معروف انسانیت دارن و ولی بی انسانن واقعا یعنی واقعا یه به قول معروف چی میگن یادم رفته
هیچ لذت انسانیت نمیبرن. ولی خب این که به کسی به قول من بی احترامی کنی، به ناموس کسی بی احترامی کنی، این واقعا معذرت میخوام بی ادبیه، واقعا بی ناموسی حساب میشه. کام ما وال امروز آقا اورا توی لایوی بود، بچهای مال تاجیکستان بودن. شما لایو تو ایرانیه؟ بله بله بله. ولی من افغانستانی ام. هیچ ایرادی نداره، چه داره عزیز من. شما ببین ما پارسی گویی، پارسی زبانی. من خودم تو ایران بزرگ شدم، اصلا افغانستان نیدم، ولی واقعا اونجایی که بزرگ شدم، اگه هر کسی هم که مشتری من بیام مغازه بگن کجایی هستی، چه مثلا از کدوم ناسیونالیتی، از کدوم لند هستی، از کدوم کشوری، من میگم من تو ایران متولد شدم ولی افغانی ام. درود به شرفه. من به کردی میگم کج، به کردی ما به زبان میگه هر کی اصل خودشو فراموش بکنه دقیقا همون خدا حرام زاده است. به کردی هر کی اصل خودشو یا ویره بچوز زوله خوی نوز چونه خدا بیز کرمانشا 19 بیچه یتنه وزیز زمان برادر بزرگوارمون اصالتا افغانیه، خب نژاد افغانستان داره ولی بزرگ شده و متولد ایرانه، ولی انقدر با عشق محترمه. ببین انقدر عاشق ایران ایرانیه، حتی به لهجه کردی هم داره صحبت میکنه. من پیشونی تو میبوسم. اما من با کرده و بچه های هرسین، کرمانشاه، بچه های توسیکان همدان کلن نشستم. یعنی واقعا چند نفر رفیق داشته باشی، مخصوصا کرد جماعت، نه که خدای نکرده بخوام مثلا قوم‌پرستی کنم از هر قشری که هر جایی که هستید، ولی واقعا من رفیق کرد داشتم، ناموسا من رفته پیش مادرش، خواهرش، ناموسش، چون کردها دیدی تعصب دارن، ولی شیر مادرش حالا شیر دالگشون ولی واقعا یعنی حالا خدا بیامرزش. من یه رفیق داشتم تره، من خودم سن سالم 29 سال 30 سالمه، خدا عزت کنه، بچه کرد داشتم، بچه که نمیشه بهش گفت، مرد باید بهش میگفت، ولی انقدر تعصب میکشید. ولی خب میدونیم هر چقدر که تو قلب دل پاک باشه تو رو میخوان خراب کنن. بفهم ببخشید من معذرت میخوام، سنم کوچیکتر از شما، اعتراف استفاده میبرم داداش، شرط نیست داداش، احتیاج خواهش میکنم. ولی خب این بچه انقدر مرد بود، انقدر مرام بود، انقدر واسه من، یعنی واسه من همیشه کم گذاشت که من بردارم. یعنی چه ایشالا واقعا شیر دالگش، شیر مادرش حلالش باشه. ولی داداش یه چیزی بگم، لهجتون خیلی چیز هستا، یعنی اون فارسیه. خب یه خورده بعضی از بچه های افغان که صحبت میکنن یه کمی کم لهجه دارن، ولی شما اصلا لهجه نداری. من میخوره کور وقتی کوردا فارسی صحبت. آفرین آفرین. من اگه ببخشید حالا میگه تهران مثلا دیاپشاد به قول معروف پایتخت ایران یا هر چیزیه، ولی من بیمارستان بوعلی تهران دنیا اومدم، خانواده من نه افغانستان رو دیدم، ولی خب با خیلی ایرانی ها، خیلی از افغانی ها، واسه من مهم همون حرفی که تو زدی داداش، مهم انسانیته. فقط به قول معروف انسانیت آدما باید تو وجودشون بیارن، نه اینکه به قول معروف بخوان یه حرفی بزنن. من حالا یه خاطره از پدر بزرگوارم بگم راجع به انسانیت. خدا همه شما رو بیامرزه. خدا بیام. تاجر پارچه بود، میگفت توی قدیما دیدی تاجرا مثلا آخر هفته میشینن یه جایی، بالاخره میشینن صحبت میکنن ما بین خودشون. خب بگم توی راسته بازار ما یه پیرمردی بود، خیلی سن بالا بود، این همیشه میومد میرفت ما بین بازاریا و اینا، مردم هم احترامش میذاشتن. خب همیشه زیر بغلش یه قرآن بود، زیر بغلش قرآن بود، بعد هیچ کس یه روز نیده بود این قرآن رو باز بکنه بخونه، مثلا چهار تا سوره بخونه، چهار تا آیه بخونه. خب نده، ولی این قرآن مرتب زیر بغلش بود. میگفت توی راسته ما یه تاجر نوپا اومده بود، به قول معروف نوکیسه اومده بود توی بازار، این هم اومد توی جمع ما. میگفت این مردی که همیشه، پیره مردی که همیشه قرآن زیر بغلش بود، اونم میومد تو جمع ما. دد در سرم بود. آره. البته معذرت میخوام، جسارت نماشا، من چون چهره خاصی به عموم داری، خدا بیامرز، یعنی دور از جونتون، دور از جون بلا نسبت. من اون چیز داشت، سرطان معده گرفته بود، یعنی
6 ماه پیش، یک سال پیش عمرشو به شما داد. به قول معروف من به خاطر همون جسارت کردم و هم تو لایوتون نه. من نه شما رو ولی خودت قشنگ حرف می‌زدی، حالا در مورد ایرانی خلاصه خدمت شما عرض کنم، میگفت این پیرمرد هم بود، این یارو تاجر نوجوان تازه نوکیسه هم بود تو جمع، میگفت این شروع کردی پیرمرد رو هی دست انداختن، هی مسخره کردن، میگفت دیگه عباس که اینو دست انداخت این دیگه ناراحت شد بلند شد از جمع ما داشت میرفت بیرون، بهش گفت بابا جان لاغل یه خب تو که قرآن نخوندی برای ما، همش قرآن میگیری زیر بغله، لاغل بگو چی توش نوشته. دقیقا به ما بگو چی توی قرآن نوشته. میگو برگشت گفت نوشته ای انسان انسان باش. درود برشه. آخه بی ناموس و پایین به سیداتون این که منم شاهدای علایی هستم، منم سیدم، کیرم تو براش پشت... نوشتم براش نوشتم تو اول آخره بی ناموسه. انسان انسان باش. الان ببین اینجا کسی فوش داد، کسی حرف زد و پایینی داره، نمیدونم آدم چی بگه. حالتی که داریم، این عشقی که داریم ما بین هم پخش میکنیم، صفایی که داریم، این انسانیت که الان راجعش داریم، میخواد ما رو از این انسانیت خارج میکنه به اون لجنی که خودش داره توی زندگی. نگاه سید، من اینو الان داشتم میخواستم بگم که این دوستمون گفتیم صحبتاش بکنه، امروز آقا اورا الان تو لایو پایینه، توی چیز بود، یه لایو مال بچه های تاجیکستان بود، من یه مقدار پشت لایو وایسادم، بعد رفتم داخل لایو، خب فکر کنم آقا اورام، آره آقا اورام به من یه پیام داد، گفت یه شعری از سعدی یا حافظ، حالا یادم نیست، گفتم والا من حقیقتش زیاد شعر و اینا بلد نیستم. بعد دیگه اینقدر قشنگ با هم حرف می‌زدن، اینقدر قشنگ با هم چی می‌کردن، ولی متاسفانه ما هم میون بالا آقا یکی زیر فوش می‌نویسه، یکی بالا فوش می‌نویسه، یکی پایین فوش. بابا آقا همه ایرانی هستیم به هر حال، آقا به هر عقیده سیاسی یا مذهبی که داریم باید بیان بالا با هم بگیم، بخندیم، آشنا نمیدونم خوشو بش بکنیم، به جایی که وایسیم بپریم به هم دیگه. آقا برات مهمه مگه؟ نگاه کنی یه چیز رو بگم امو علی، یکی از دلایلی که کشورهای اروپایی خیلی پیشرفت کرده، الان آلمان بارها اومده گفته اسلام مال این کشوره، در صورتی که مسیحی هم داخلش هست، یهود خیلی خوشحالم عزیزی خدا نگه، در صورتی که تو آلمان مسیحی هم هست، نمیدونم یهودی هم هست، همه ادیانه، ولی مردم اینجا به هم احترام میذارن. آفرین همین یه ضرب المثلی داریم کاکو، میگن یه دشمن زیاد صد تا رفیق کمه. دقیقا موضوعی، آدم باید به همدیگه احترام بذاره. اگه شما اومده باشی تو میدون جنگ، هر عقیده ای داری، آره اونجا واسه جنگه، ولی اینجا مجازیه. بابا اینجا اومدیم دور هم باشیم، استادم به هم فحش ناموس. حالا سید شاید منو بشناسه، قبلا من تو اینستاگرام زیاد لایو میذاشتم، 160 کام فالوور داشتم تو لایو سید، میرفتم تو لایو میام، شاید الان از اونجا منو بشناسه، من خیلی وقت میشه. بعد دیگه اومدیم تیک تاک، دیدیم آقا همه فوش و فوشکاری و فضای کثیف، اصلا یه جای واقعا تخمیه. خود سید هم یه مدت نبود، رفتش، منم رفتم، ولی خب قشنگ یه به هم دیگه احترام بذاریم. اگرم عقیدتون مختلفه بیاید آقا با هم بحث کنید، چیزی نه از سید کم میشه نه از شما کم میشه. کاملا. داریوش کاکا چطوری؟ داریوش هم پای داریوش میبالو. داریوش کاکا خوش اومدی. دوستم من باید برم، حالا دیگه ای لایو بودی دوباره برمیار. برو کاکا شیربین، دمت گرم. دوستان شب همگی بخیر. قربونت کاکو. خیلی خوش اومد. خب سید دیگه چه خبر؟ الحمدلله. آقا داریوش لوره؟ آره. من فکر کنم درخواست فرستاد، اگه باشه تو لایو بیاد بالا. آره بیارش بالا، دارش هم بچه خودمونه. زنده باشم. نه اینه که درخواست فرستادن. ها اومد بالا داریوش. آقا داریوش شما به به. سلام علیکم، وقت بخیر. سلام. خیلی خوش آمدید. آقا سید سلام و امو علی گل. سلام کاک داریوش، خوبی؟ داری امو علی خیلی خوش آمدید. سید خوبی، امو علی خوبی، قربونت، قربونت امو علی، تو رفیق منی،
عزیز منی جبهه مخالفه ولی رفیقیم. من 100% کاملا صحیحه. داداش قرار نیست که همه مثل هم فکر بکنیم یا یه شکل باشیم. طبیعت خدا اینجوری ما رو آفریده داداش. در کنار هم همدیگه رو چفت بکنیم. در اگر ما رو به کمال بریم، رو به معرفت بریم. اگه همه مثل هم فکر میگنیم یا یه شکل بودیم، اصلا کار دنیا به پیش نمیرفت داداش. ننه تو یوزر این حرومز ببینی آدم های حرومزاده ای جوری انا مادرت مادر جنده خارکست تو گل خوری میانی توی لای تویی میکنی بچه کنی برو بابا کست کش حرومزاده و نخور اینجا مادر جنده چی بگم والده چی بگم تو کست ننت کنی به خدا دارش امروز توی لای به یه بچه های تاجیکستان بودم اهورام اونجا بود چقدر قشنگ با هم حرف میزدن خدا شد به خدا منم لذت میبرم بلش بدار جور باباش یه لجنداری تو دستم زندگی میکنم چشه دیدن بچه های خوب زلال با معرفت ندارن اونا هم میخوان به جمع خودشون برن دارش تو هنوم پیدا نکردی چی رو؟ تو هنوم برای ما پیدا نکردی من پیداش میکنم اما رو چشم حتما برات میفرستم شوخی میکنم کاکو فدای سرت من او رو که او یه تیکه که گذاشته بودی تو پیجتا آره آره او رو سیبش کردم آمو سیبش کردم بکمه باور میکنی وقتی رانندگی میکنم روز 20 بار گوش میگیرم امو علی مثل اولم به قرآن تیک تاک نمیام دیگه به خاطر میدونم میدونم پیداش بکنم رو چشم حتما نه کاکو میدونم شوخی میکنم آقای شریفی بی ادبی نکن داداش بابا هممون بلدیم فحاشی بکنیم بلش کن سید بذار هر غلطی میخواد بکنه بلش کن اصلا به کامنت اهمیت ندید بچه ها ما اومدیم دور هم دیگه بگیم بخندیم نه الان کسی حرف سیاسی زده نه چیزی بله بابا اصلا الان ربطی نداره آقا چی نکنید حالا من خودم مخالف جبهه سید و علی هم ولی رفاقت رو با چی قاطی نکنید یه لایو دوستانه گذاشته ایرانی هستیم آره هموطنیم یه لایو دوستانه گذاشته اینجا هم تیک تاکه چتونم ما آخ بگه من میدونم هم اکثر اونایی هم که میان مخالفه حالا نظام هستن سید امام حسین سید خدا وکیلی سید من دیدم که دارم میگم به خدا سید همین داریوش و شیروین اینا من گفتم که خدا وکیلی اینا وطن پرستن ها من دیدم که دارم میگم ها دیدم ازشون ها درود به غیرتشون نمیذارن کسی به ایرانی توهین بکنه نمیذارن کسی به شهید ایرانی توهین بکنه به هیچ کس امو علی نوکرم آخه مرتی که سید ادام کرده امو علی ادام کرده کی میگید اینجا ناموسن این لایو آقا برای خودش گذاشته ناموسن فاز اینا رو من نمیفهمم تو آقا برادر من تو الان مگه نمیگی برو آقا ایران انقلاب کن دیگه برو وسط خیابون برو راست میگی آقا برو آقا چرا نشستی از اینجا میگی بالای گود میگی لنگش کن والا تیک تاک هم والا من میدونم هرچی ایرانی خارج کشوره اگه میخوای خب برو داداش اونجا سلام داداش سلام رئیزه داره رحمانه؟ رحمان بابا شناخت رئیزه رحمانه عبدالله خانی رحمان یعنی رحمان من تو رو نشناسم؟ من نمیشناسم ارادت ندارم خدمت شما ولی خب آقا یک بچه همشهریمونه کار انگشتر اینا میکنه حقیقه ذات و انگشتر آفرین آقا داریوش نگاه اومده بالا میگه اگه من شناختیم یه ما تو رو نشناسیم کاکا رامو تابلو هم اومده بالا میگه اگه شناختیم رامو چی داری جدید برای کار جدید چی داری رامو انگشتر ها کجا هستش والا جدید آقا سید انگشتر رامان تو ایرند لوکای هستیم کجا؟ این دستبنده زدم دستبنده را من آلمان هستم کدوم شهری داداش؟ فرانکفورت آفرین به 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 ددید ایوه هر روش رامان اسم پیجو عوض کردی یه دونه هم جدید دیگه کار کن رامان نه او پیجو دارم این پیجون هم دارم این گوشی بچه ها ها
یام رامان این کار جدید چی داری؟ اینو جدید زدم یام باز چیه ای داداش عقیقه؟ یام جدید زدم باز عقیقه ولی هنوز چیش نکردم. عقیق کجا نیست؟ سنگه رو دعا زدم ولی هنوز پالشش نزدم. عقیق یمن پالشش نزدم. اینو اینم دوی جوشن کبیر زدم. بعد روش تکمیک ها که ولی هنوز دیروز دعاش تموم شد ولی خب هنوز چی نکردم، هنوز پالشش نکردم که برای مثل کدوم بود مثل کارگاه داری مغازه داری همین داخل منزل داخل خونه هم سید داخل خونه هست کارگاه اونجا داخل خونه هستم مغازه هم هست ولی خب مغازه فعلا با یه طور که شریکه هم من الان فالات میکنم خب ببینم نگاه نگاه داریش نگاه باز دوره چی اوورد بالا نگاه بکن یه امید آره که من فیروزه قشنگه رکابش هم امو علی ها تأثیر نمیدی چرا کاکو تصویرم میدم بده ببینم دلت برای تنگ شده چشم کاکو بفهمو بزینم کدوم برای کجاش بایی برم برای تصویر زمورد زدم یاقوت زدم فیروزه باز ای کارم دستکار خودم 85 گرمه به به فیروزه مغز سنگ فیروزه کجاست؟ نیشابور آمان همین که دستگاه چقدر آمان؟ 85 گرم 2500 تا 2500 یورو یا دلار؟ بله 2500 یورو جانم امو علی داکرتم ککو ککم 2000 تا میگم رامان رامان همه بیارش بالا رامان بیارش بالا دارم فیروزه بودم دارم نه همه همه که اووردی بودی بالا رامان نه فیروزه بود اووردی بالا فیروزه آخری رو میگه اما علی اونو میگه 2500 یورو میگم این نگاه بکن این زرد دوریو اگه بشه هم رنگ رکابو قشنگتر نمیشه نه اما علی همینجوری قشنگه مثل تاجه چه فرق نه فقط میشه رنگه رو هم برداریم سلام علی آقا کاری نده تو اسید بعد اسید نقره بذاشت اسید نقره رنگشو ابی رکابی نوشونم داد بعد بهش گفتم گفتم این زردو اگه بشه هم رنگ خود رکابو و نقره بشه به قشنگتر تو فیروزه نشون میده آره آره حالی یکی جور میپسنده یکی جور میپسنده ولی خب این کار سنگینه آره کار دست نقره ایتالیا دو تا دوش حالا بنده خدا بعضی ها نوشتن گرونه به خاطر که توش الماس کار شده الماس ریز دو تا دوش الماس کار شده پلاس نه نقره روکش طلا آه روکش طلا داره نه این کار خودمه آه یعنی خودت درست میکنی بله کار خودم زن علی یا ابو علی یا علی سید خونش رو اگر بزنید سید دادش اگه شماره تلفن تو برای ما بفرستی تو خصوصی میگم دارش یه آدرس چشم من شما میگم به سید میگم سید خونش رو بزنیم یه میلیون دلار پول تمام اجناسش میگم دارش آدرس پیدا بکن یه شو بکشیش بیرون تو بریم بیو حال بخوریم تو خونه چیار برداریم بابا لاکردار آدرس نمیده دوربین داره امو من نشون نده دو سری دوربین آره نگاه بکن نگاه فقط سه تا چهار تا از دم در بگیر تو بیا تو سه چهار تا دود داریوش یام بچه گم دربونه اما علی حریف خودمون نمیشه بابا بریم خونه خیلی رامو از کار زیاد دارم حالا این چقدره این چقدره قیمت این هم داری رولکس اصله بله رولکس اصل هر رنگی قیمتیه ولی خب رولکس خوب اگر باشه دیگه از 400 تا 500 تا مثلا من نای ساعت دارم 22 هزار تا پولشه میبینی کامل طلا
فقط 5 تا 6 تا موتور داره. اینو فکر کنم 35,000 پوند. نه 35,000 پوند رولکس اینجا های رولکس گرفت. میگم که رولکس از همه جور داره، اقد اصلی و فیک داره که مثلا الان فیکش اینجا اصلا با اصلی مونه میزنه، اووردن میزنن 50 یورو 60 یورو، متوجه؟ ولی خب اصلش من زیاد ساعت خرید فروش ندارم، بیشتر کار من به ساعت انگشتر و گردنبند و اینا انجام میدم. مثلا نگاه ببین این داریوش امروز تراشیدم، امروز درش رو بردم، نگاه کن چه شجر قائم. داریوش گوشت بیا جلو تو یه چی بگمت گوشم جلو افرد. هر وقت من که میخوام برم ایران تو برج هفت میخوام با ماشین برم ایران، یادم بیا بیام سمت او بر بیریم خونه رحمان یه سری. حتما بیا من در خدمت هستم. نکاس تو خودت خونه نمیخوام باشی. تو کامیون هم امراد بیارم. رحمانی سبوت چیه؟ عقیقه. سید حالا قیمتشو درست گفت ساعت تو؟ نگفت قیمتش. نه خود سید قیمتشو گفت. من سیو خورده داریوش که تو اینجا. ببین آکو این سنگ طلا وبیلا همینو بذارم تو سر رامو. ای والا بذارم تو سر کاکا شهر اینم ولی با این سنگ طلا. ولی من یه سنگی دارم، خب اینو شاید هر کی ببینه کف خیابونم که باشه شاید براش ارزشی نداشته باشه. داشتی نگاه کن. بله بله شناسنامه همه چیم سید به جان خودم اگه ببینم ازت میزنم میره. ازت میزنمش. یکیشه تازه 35,000 پوند ولی اگر گرونه اینجا کو سبزش خیلی من بیشتر سبز میپسند. من مردم من مشتری هر کی اون مثلا اومده گفته رولکس مثلا سبز رنگ سبزش، حالا آبیش هم بد نیه قشنگه ولی خب سبز خیلی کارش. رحمان این سنگوچ چیه؟ رحمان یادته یه مشتی سنگ سمت مردش یه مدتی پیدا شده بود سبز رنگ بود، هر کاری اوشو تاله میکنم اسمش یادم بیاد یادم نمیاد سبز رنگ بود. شب چراغا ها؟ گوهر شب چراغو میگی؟ نه فکر کنم داخل تاخچو که نشون دادی فکر کنم بود. ها ها با همون بنفشو میبینی؟ ولی سبزش بود سبز والا آبی دارم سمت مردش بچه های مردشتی ها آورده بودن برای یکی از بچه ها، ولی خب چون میگفت باریک بود میگفت مثلا نمیشه از تو این نگین در بیاری که به تراشه میگفت چیزی ازش در نمیاد اینا برای همونشون نخرید. رحمان یه لحظه بیاری ترازو بیا رو ترازو بینم. یه ترازو چی بود واسه سال دیگه سهش بگی رحمان که دو تا کار میکنه. کجا ترازو کجا سمت چپ سمت چپ. ای چیه همی آه گلدونه تو فکری داشت تو فکری از اون ترازو هست ترازو دارو نه کنی بچه گلدربون حال داشته باشد هم زیاد چی نیست طبیعیه. سنگوی دارم سنگوی دارم که اصلا پایی دارم اصلا شاید ست تو نگاه یه شجر دارم من اینجا این خیلی عتیقه نگاه این شجر رو میگه که رامان این شجر رامان این اما او قبلی چقدر قیمتش بود خدا وکیلی با تخفیف دیگه. ببین نگاه کن شجر رو شجر هفت رنگ دارم مثلا تو تا هم انگشترش نگاه کن ایخ طبیعی هست انگشترش هم هست بزن انگشترش کجا بود چنه انگشترش رحمان اگه نمیخوای بگی 2500 تو نه نه این گردنبند و ست ببین آمالی نگاه اصلا شجر طبیعی خب رنگ معلومه هفت رنگ اصلا چیز عتیقا
یه چیز عتیقه نا، یعنی خیلی کم پیش میاد همچی چیزی پیدا بشه. من یه قالب اقدیش گیرم اومد، خدا صد شاهد اونگاه ایره بوده ای بوده ها اقد بوده. خب من جوری توش در وردم که نه پر باشه نه خالی، نگاه کن نه پر باشه نه خالی، همینطور چیش همینطور انگشترش همین گردن بندش. این شجرون رو هم رکاب نمیشه بندازی، درسته؟ میگم رو هم رکاب شجر نمیشه بندازی چون یه بزرگه. ایوال ها نه هیچ مشکل نداره میشه اینا این بله چرا که نشه، هر رکابی که شما بخوید طلا نقره ببین اینم شجر. باز یکی دیگه دارم، او هم زمینه صورتیه ولی گلش نگاه بکن آمو علی، این شجره نگاش بکن، این نگاه بکن چه خوشگله. میگم الان این انگشترش چند در میاد؟ این ببین بستگی داره که چی بخوای، چه چیزی بخوای. مثلا من چقدر بخوای، یکی میگه آقا رو طلا برام بزن، یکی میگه نه رو هم بزن، یکی میگه کوچیک باشه، یکی میگه بزرگ. نقاب رو نقره بزرگ کوچیکش همه مدل هست، شما از 150 تا بگی بره بالا. مثلا نگاه کن این شجر جنگلیه، این شجر جنگلیه میبینی، این حالا سفارش بوده، دو تا یه مادر دختر بودن همین انگشترشو گفتن برام اون اشکی در بیار. ایوه تو سینه ای چه فقط گفتم مثلا پر باشه، حالا دو تا سینه ای هم پر براشون زدم. خیلی کارهای درجه یک زیاد دارم، مثلا حالا هی نشون اونگی میگم ها داریوش این داره یه مار هوایی میکنه ها همون اصلا کجایی هستی؟ تاریخی میرازه سید، بچه شهر خودمونه. ایوالا ایوالا بچه یه معلم هستی. ایوالا زنده باشم ماشاءالله. ببین این شجر سفید دودی به به سفید، درختاش سفید، زمینش مشکی و دودی. خیلی همون شجر عملی زیاد دارم، یعنی نسبیش بچه ها هی خانم هم مثلا برشته گوشته کنار قایم که ندادی زمرد. زمرد هم همه چی داره، چی میخوای همه چی داره زمرد. واسه الان یکی دارم کوش 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 این زمرد، زمرد افغانستان خیلی قدیمیه، ده قرات سنگه و رکابش هم ببینی قدیمیه و اگر حالا حتی یه رگه سفیدی هم توشه. یا ما علی امروز تو بازار از دست یه افغان خریدمش، گرونم خریدم ولی خوب خوب خریدم. چند از ایزومورد افغانستان اما ای رو دروغ بهت نگم 850 تا همجور پولش دادم، ولی خب پول سنگ خالیش بهت بگم اینو من به تراشمش، حالا چون مربع مربعی اگه نگاه کنی مربع مربعی میدونم روش مربعی، اگر به تراشمش تمیز درش بیارم یه سیقلش بکنم خود سنگه بالای 3000 تا پولش سنگ خالیش، حالا چیزای دیگه شو ول کن. حالا شماره من از داریوش بگی واتساپ هم شهربین داریوش دارن بس. یه چند تا کار خوبت برام بفرست. باشه نگاه کن بیا این شماره من الان اینجا من الان نمیتونم تو فقط چی بکن داریو شماره واتساپ هم داره شیروین هم داره بفهم ایم خانی دستان ایم شماره من هرکی خاص میتونه. باز این زماره دارم سید اینم دارم بغلش یاقوت زدم آفرین بله این بغلش یاقوت زدم، این در میاد 400 تا و کار که خیلی تمیزه زمرد درجه دوه ولی خب بازم کار خوبه اون ریزن، همین کار رو گرونترم میدن ولی خب چون من دست اولی هم خودم دارم کار میکنم به قیمت
باز دوستان اگه اجازه من یواش یواش چون یه کار واجب دارم بعد اون انجام بدم. دو دقیقه من اینو نگاه بکنم. باشه داداش. خب این نمونه مال منی من اینی که من اوسری نشونه دادم تو لایف. نیشاپور من اینی. بله بله. آه. باز زیاد دارم. باز شماره منو بده بده. اوکی اوکی. رامان بیا شماره تو بده بدم به عمو علی. چشم. برام دایرکت بذار. اینا گذاشتم رو تصویر تو پیام گذاشتم. دمت گم داریوش کاکو. سید جون دمت گم. رامان شماره تو بیزه یه چند تا عقیق خوب برام بفرست. زنده باشین. بنده خدا میگه رفیق شما صاحب اول آخرش خودت. بنده خدا من روزی 2300 تا مشتری فقط زنگ میزن سفارش میده اینا همه رو تو هوا میبرن. مشتری اول آخرش خودم هم. کسی که طالب باشه کسی که کار کننده باشه فقط برای من شماره از داریوش بگی یه چند تا عقیق یمن و یه چند تا هم فیروزه نیشاپور برام بفرست با همو چیو که گفتی یا نگین چیو نشونم دادی. باش دمت گرم سید دست ده نکنه رحمت خدا حافظ سید جون خدا حافظ انشالله که خدا خیر و برکت به زندگیاتون بده. نوکرتم کاک سید پاسگزارتم وقت گذاشتین. نوکرتم خیلی خوشحال شدم بزرگم قربونت برم خوشحال شدیم از همتون میخوام شرمنده بر لایو نه دشمنت قربونت رحمت که خدا حافظ همگی خدا حافظ سلامت باشی. حالا بچا لایو گذاشتن بیاد بالا میام بالا باشه خدا حافظ یا علی مادر خب دوستان بزرگوار نازنینم همه شما رو به خدا میسپارم در پناه خدا باشین جا تو قلب سیدار پوشه التماس دعا دارم یا علی مدد.